درود به شما براندازهای عزیز. در همه جای دنیا پول کشورها به عنوان هویت یکی از نمادهای قدرتشون محسوب میشه. هرچند جهان داره به سمت حذف کامل پولهای فیزیکی پیش میره، اما مردم و مسئولین همچنان احترام زیادی برای پول ملیشون قائل هستن. وضعیت پول ایران با عکسای بزرگی از خمینی و خامنه ای هم به این صورت. مادر الان دلیلش چیه این پولو چسبوندی اینجا؟ دلیلش این عزیزم، من 1349 با این سرطومنی 20 کیلو مرغ میخریدم. یک پای مرغ هم به من نمیدن. وقتی پول دیگه اینقدر از ارزش فاقده، پس یاش همین بیدن. یه پای خودت هم برده برای اگه میخوای بده. این حرفی بده نیست که واقعیت. نه واقعیته. من مطمئن 1324 هم. خیلی چیز رو میدن. به گزارش بخش مهندسی محیط زیست دانشگاه شیراز، فرونشست زمین در مناطق دشت مرودشت و شیراز به حالت بحرانی در اومده. مدیریت جهادی مسئولین رژیم باعث ایجاد شکاف‌های عمیق در نزدیکی منطقه باستانی نقش رستم و فرونشست حدود 15 سانتی‌متری در فاصله 300 متری تخت جمشید شده. به گفته این مهندسان، در حال حاضر تخت جمشید در خطر نابودی قرار داره و ممکنه به زودی نابودی تخت جمشید هم به لیست جنایت‌های جمهوری اسلامی اضافه بشه. اما در مرام یاران خامنه ای اصلاً مهم نیست که چقدر توی عمرت کاسلی زدی و چقدر پاچه خاروندی. به محض اینکه یک کار کوچک برخلاف میل دیکتاتور و موافق با میل خودت انجام بدی، باید مسخره کردنهاشون هم تحمل کنی. صدا و سیمای جمهوری اسلامی امروز به بهانه تقلید صدای محمد رضا گلزار، مهران غفوریان و مهران مدیری عقد آریایی محمد رضا گلزار که یه مسئله کاملا شخصیه و اصلا جای شوخی نداره رو به سخره گرفته. اگر که اینجا هم فقط و فقط به خاطر مردم عزیزمه، چون همیشه دوستشون داشتم و اونها هم خدا رو شکر منو دوست داشتن. خدا رو خیلی ممنونم. خیلی سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. چه گلای قشنگ، این قند میمونن گلات. بمیری. یه تیکه از آقای گلزار بود دیگه. بفرمایید. که خیلی هم دیدن، همه جا دیدنش. این بود. بابا داست من نکن این کارو. من از پاپت کمتر بودم. من یه دقیقه هم دیگه تو این خونه نمیمونم رضا، داست من نکن این کارو. باورم نمیشه. قبلم که دیگه از بین همه خوبان یکی را برگزیدم. بابا خوش آقای گلزار حجت برش آرزو موفقیت میکنیم. آره قربونش بهش هم ازدواجش رو تبریک میگم، انشالله همیشه بدرخشه و به پای هم پیرشن بتره کن. نوکر تما 20 سال پیش با امیر تاجیک یه کاری رو داشتیم، امیدوارم که دوباره بتونیم داداش یه کاری با هم بکنیم. عشق آقای غفوریان، عشق به افتخارش. آقا مهران غفوریان عزیز هر جا هست. آقای شهاب مظفری. خب آقای شهاب مظفری یک آهنگی داره که در وصف عشقه، یعنی عاشقانه است، باید لطافت داشته باشه. تکست متن شعر لطافت رو داره، ولی اجرای مقدار کدوم آهنگشه؟ ترسناکه. الان برات اجراش بفرمایید. ببین آقا اینجوری شروع میشه، میگه که چی کار میکنی اینجوری که دیوونه میشم؟ بیا دلبری تو یکم کم ترش کن. خب شما داری برای عشقت اینو اجرا میکنی، چرا اینقدر ترسناک؟ بعد اونجا بعدش حتی داره دل بردن واسه تا. میدونی یه حال اینجوری میشه. گفتم که اینم خالی از دمت گرم، ایشالا دفعه بعدی تو پیش برنامه بعدیمون عزیز دلی دیگه منم بتونی در بیاری دیگه. چکر. حسن نوروزی نماینده آخوند مجلس که به نام مردم ربات کریم به ایران خیانت میکنه، در اظهار نظری وقیحانه گفت نداشتن خونه فقط یه بهانه برای ازدواج نکردن. جوانهای تهرانی میتونن در اطراف تهران ساکن بشن و صبح خیلی خیلی زود با اتوبوس و مترو برای کار به تهران بیان. مگه حتما باید همه در بالای تهران ساکن باشن؟ این آخوند نماینده ربات کریمه و به جای اینکه بگه ما در همین ربات کریم برای جوانها کار و شغل مناسب تهیه میکنیم، میگه هر روز صبح 2 ساعت و نیم زودتر از خواب بیدار بشن و برای کار به تهران برن، شبم جنازهشون به خونه برگرده و به همین صورت همه روزهای جوانیشون تباه بشه تا امثال این آخوندهای مفخور بتونن همچنان توی ایران بچرن و شکم گنده کنن.
اما یه وقتایی هم هست که وقتی میدونی داری دروغ میگی و همچنان به خاطر منافع شخصی این کارو انجام میدی، یکی پیدا میشه که کفشاتو بده هوا. جوجه خبرنگار دختر صدا و سیما در حالی که داشت یه گزارش دروغین در مورد یه روستا تهیه میکرد و با این کارش به اهالی این روستا خیانت میکرد، توسط یکی از ریش سفیدان جلوی دوربین مورد عنایت قرار گرفت. اینجا روستای زیبای مجری از توابع شهرستان شوشتر، روستای پر از نخیلات، پر از درختان خرما. حالا چی میشه برام زیبایی؟ همش خاک خراب کردیم و آب نداریم. چی زیبایی؟ بله. که آب نداریم، رشوه دادیم، آب نداریم. جاده خاکی کردیم رفتن. چی زیبایی؟ فقط این زیبایی قبل تشنه، زیبایی نخله. قبل دارم نمیره از تشنه. الان بیایی نشون بدیم. در این فشور با آب روستا. اما پرونده سازی ها و زدن اتهامات عجیب و غریب به سلبریتی های مخالف رژیم همچنان ادامه داره. امروز همه رسانه های حکومتی با کمک سایبری های رژیم دارن دوباره در مورد این موضوع صحبت میکنن که علی کریمی و مهناز افشار اکانت های اینستاگرام و توییترشون رو در اختیار سرویس های اطلاعاتی قرار دادن. البته این اتهام رو بارها و بارها مطرح کرده بودن و اصلا چیز تازه‌ای نیست، اما دروغ جدیدی که به این اتهام اضافه کردن اینه که هر کدوم 3.5 میلیون دلار بابت اجاره اکانت های اینستاگرامشون به سرویس های اطلاعاتی پول گرفتن. این در حالیه که همه دیدیم و به خوبی میدونیم که خیلی از سرویس های اطلاعاتی کشورهای دیگه برای جلوگیری از نابودی رژیم جمهوری اسلامی هزینه هم کردن، چون یه ایران ضعیف و عقب مونده با یه حکومت عقب مونده آخوندی به جز ملت ایران به نفع خیلی هست. همین سلبریتی هایی که یه زمانی خامنه ای برای آوردن مردم به پای صندوق های رای کفشاشون رو لیس میزد، حالا مورد چندین اتهام عجیب و غریب قرار گرفتن. از دزدی اموال خواهرشون گرفته تا روابط نامشروع و کار کردن برای سرویس های اطلاعاتی کشورهای دیگه. اما شاید باورش سخت باشه، ولی یه عده از براندازهای ایرانی هستن که خیلی هم از خمینی و خامنه ای بیزار نیستن، حتی گاهی براشون دعا هم میکنن. منطق فکری این افراد رو ببینید و شما در موردشون نظر بدید. یادمون باشه از جمهوری اسلامی و آخوندها زیادم بد نگیم، چون این جمهوری اسلامی و آخوندها جانورهایی بودند که چهره حقیقی اسلام رو بعد از 1400 سال به تمام دنیا نشون دادند. گندی که اینا به اسلام زدن و خرافاتی که در مذهب اسلام هست با هیچ چیزی نمیشه پاکش کرد و باید از این جهت ازشون سپاسگزار بود، چون این خرافات و این حماقت‌ها در تفکر ما ایرانی‌ها میتونست هزاران سال دیگه هم پابرجا باشه. زن زندگی آزادی. مجید رضا رهنورد شیرمرد ایرانی بود که یه تنه نصف یکی از گردان‌های سرکوب رژیم را از پا درآورد. مجید رضا این کار را برای دفاع از خواهرش که مورد تعرض وحوش خامنه‌ای قرار گرفته بود انجام داد. شاید فکر کنید مجید رضا یه بزن بهادر دائمی بوده، ولی مجید رضا یه ورزشکار شجاع بود که هیچ وقت توی زندگیش دعوا نکرده بود. دوستانش میگن اگه کسی اونو مورد اذیت و آزار قرار میداد سرشو مینداخت پایین و چیزی نمیگفت، اما وقتی دید چند تا بیشرف دارن به خواهرش دست رازی میکنن شجاعتش رو به رخ کشید. حالا مزدوران خامنه ای حتی از جنازه زیر خاک خفتش هم هراس دارن.